سلام، من هانیم، به اتاق 13 خوش اومدید. در این بخش من به حوادث واقعی و اغلب ترسناکی که برای آدم ها میفته میپردازم. موضوع امروز ما در مورد یک خانومیه که هر کس بهش نزدیک میشده دچار مشکلات جدی برای سلامتیش میشده. بریم داستان رو شروع کنیم. گلوریا زن 31 ساله بود که دچار سرطان دهانه رحم بود. در فوریه 1994 در ساعت 8 رو وارد بیمارستان شد. قلبش به تندی میزد، افت فشار خون داشت، به سختی نفس میکشید و به صورت پرستاران هم به درستی پاسخ نمیداد. گفته شده هزیون هم میگفته. زمانی که پرستاران اومدن لباسش رو باز کردن تا بهش بتونن شوک الکتریکی بدن، متوجه شدن که بدنش حالت روغنی داره، مثل اینکه داره از خودش روغن ترشح میکنه و بسیار هم براق بود. پرستاران متوجه شدن دهان گلوریا یه بوی خاصی داره، یه بوی مثل سیر، شاید شبیه میوه، شاید هم شبیه سیر، یه چیزی بوی مشخصی نبود. یکی از پرستاران به اسم سوزان کیل اومد که از گلوریا نمونه خون بگیره. وقتی نمونه خون رو گرفت متوجه بوی آمونیاکی که توی اتاق بود شد. اون اول با خودش فکر کرد شاید اینا اثرات داروهای شیمی درمانیه که گلوریا استفاده میکنه. اما وقتی که نمونه خون نزدیک خودش گرفت متوجه شد داخل خون گلوریا یه ذرات سفید رنگیه. در همین حین یکی از پرستاران بیهوش شد، یکی دیگه دچار شوک تنفسی شد، یکی غش کرد و عده‌ای اصلا نمیتونستن حرکت کنن. همین هم باعث شد بیمارستان سریعا حالت اضطراری بگیره و همه بیماران و کارمندان به پارکینگ فرستاده شدن و فکر میکردن یه ویروس ناشناخته، یه گاز سمی داخل اتاقه و ممکنه همه رو مریض کنه. با وجود اینکه خطراتی وجود داشت باز هم تعدادی از دکترها و پرستارها موندن و میخواستن به گلوریا کمک کنن که زنده بمونه. اما متاسفانه گلوریا ساعت 8:50 از دنیا رفت. گفته شده دوتا از پرستارانی که اونو به اتاق قرنطینه میبردن بعد از برگشت دچار استفراغ‌های خیلی شدیدی شدن. اگه بهتون بخوام یه عدد و رقم بدم، از 37 کارمند بیمارستان 23 نفرشون دچار مشکلات جدی شدن و 5 نفرشون برای 10 روز در بیمارستان بستری بودن. حتی بعضیشون تا ماها با عصا راه میرفتن. در اون طرف در پارکینگ بیمارستان اومدن لباس تمام پرسنل رو عوض کردن، لباس تمام بیماران رو عوض کردن، لباس ها رو در پاکت های مخصوص قرار دادن که مشکلی پیش نیاد. افرادی که در بیمارستان حضور داشتن برای چند روز قرنطینه شدن تا مطمئن بشن این گاز سمی یا هر چیزی که باعث بیماری کارمندان اون بیمارستان شده به بیرون نشت نمی کنه. تیم‌های کارشناس با لباس‌های مخصوص اومدن و بیمارستان رو گشتن اما نتونستن هیچ گاز سمی در بیمارستان پیدا کنن. جسد گلوریا رو در تابوت‌های مهر و موم کردن و از بیمارستان خارج کردن و برای کالبدشه کافی بردنش. کالبدشه کافی اون در یه اتاق مخصوص با تهویه‌های مخصوص انجام شد تا کسی مریض نشه یا اون پزشکی که دارن روش کار میکنن مریض نشن. اما متاسفانه هیچ نشونه‌ای پیدا نکردن که بدونن دلیل اینکه افراد مریض شدن چیه. 3 هفته بعد از مرگ گلوریا مقامات اعلام کردن علت مرگ گلوریا نارسایی قلبی و کلیوی ناشی از سرطان دهانه رحم بوده. ظاهراً گلوریا فقط 6 هفته قبل از مرگش متوجه شده بوده که سرطان داره. ترس از
بیهوش شدن مردم، ترس از مسمومیت باعث شد تا 2 ماه آینده جسد گلوریا به خاک سپرده نشه و بعد از به خاک سپردن جسد گلوریا پرونده به طور کامل بسته شد و علت اتفاقاتی که در اورژانس بیمارستان افتاد برای همیشه نامشخص باقی موند. حالا چند تا سناریو وجود داره که ما میخواییم اونا رو امروز بشنویم و بررسی کنیم. وزارت بهداشت آمریکا گفتش که ما طبق تحقیقاتی که کردیم نه در بیمارستان و نه در اتاق اورژانس هیچ ماده سمی و شیمیایی پیدا نکردیم و در مصاحبه‌ای که با کارکنان بیمارستان داشتیم متوجه شدیم که کارکنان بیمارستان دچار استرس زیاد و فشار کاری بسیار بالایی هستند و همین دلیل هم باعث شده که اون شب همشون دچار حمله عصبی جمعی بشن، یعنی مثل دومینو یه نفر بیهوش شده و بقیه پشتش دچار یه سری مشکلات شدن. یکی از دلایلی که آوردن این بود که کسانی که گلوریا را از خونش به بیمارستان آوردن دچار هیچ مشکلی نشدن و هیچ اتفاقی هم براشون نیفتاده. البته بیمارستان اینو قبول نکرد و به دادگاه شکایت کرد، 6 میلیون دلار هم غرامت خواست. و اما سناریوی دوم، همین اول بهتون بگم که من اطلاعات پزشکی ندارم اما یه سری چیزهایی که نوشته بود رو میخوام براتون بگم. بعد از اینکه گزارش سمشناسی اومد مشخص شد که گلوریا در خون و بافت‌های بدنش مقدار زیادی دیمیتیل سولفون وجود داره. اونها این تئوری رو چیندن که احتمالاً گلوریا از نوک پا تا فرق سرش رو با یک کرم معروفی به اسم DMSO چرب کرده. این کرم یک کرم موضعیه، برای کاهش درد استفاده میشه، البته که ممنوعه ولی پزشکان زیرزمینی ازش استفاده میکنن و به افراد تجویزش میکنن. اما همه اینا تا اینجا نرماله، اما وقتی که این دیمیتیل سولفون با اکسیژن مخلوط میشه تبدیل میشه به دیمیتیل سولفات و این فاجعه است و بخارهای این گاز سمی هستن و میتونن به دهان، چشم و ریه ها آسیب بزنن و وقتی وارد بدن ما بشن میتونن باعث تشنج، هذیان‌گویی، خفگی بشن. از 20 نشونه که کارمندان بیمارستان توصیف کردن از اون شب، 19 تاش نشونه افرادی بود که در برابر این گاز سمی قرار گرفته بودن. اما سوال پیش میاد که چجوری این اتفاق افتاده و دیمیتیل سولفات تبدیل شده به دیمیتیل سولفون. من اصلا نمیخوام این اپیزودو پزشکی کنم چون اصلا تخصصشو ندارم، اما گفتن که زمانی که اکسیژن رو به گلوریا وصل کردن این باعث اشباع بیش از اندازه در بدن گلوریا شده، این گازهای سمی، و حتی این میتونه بوی آمونیاکی که میشنیدن رو توصیف کنه، یا اینکه اون ذرات سفید رنگی که در خون گلوریا بوده. با این حال این سناریو رو به طور کامل رد کردن، در صورتی که با حقایق کاملا جور در میومد بدون اینکه آزمایشش کنه، یعنی آزمایشش نکردن و گفتن این سناریو رده. اما خانواده گلوریا کاملا بیمارستان مقصر میتونستن و میگفتن بیمارستان باعث مرگ خواهر ما شده و گازهای سمی در اون وجود داشته. با وجود همه این ادعاها ولی هیچ گاز سمی پیدا نشد که دلیل مرگ گلوریا باشه. اما اتفاقات عجیبتری هم در این بین افتاد. مثلا اون بازپرس اولی که داشت در مورد همه این جزئیات تحقیق میکرد و گفته شده به اطلاعات خوبی هم دست پیدا کرده خودکشی کرد و هیچ کس نمیدونه چرا خودکشی کرده. یا اینکه اون سرنگ خونی که از گلوریا گرفتن گم شد، یا بهتر بگم که خالیش کردن، اصلا نبود دیگه. با وجود این که کسایی که مثلا تو پارکینگ بودن لباساشون رو عوض کردن و اون لباسا قرنطینه شد. چجوری اتفاق میفته که
اون سرنگ خون که خیلی مهم بوده گم میشه. و اما تئوری آخر که منبعش فضای مجازیه. خیلی از افراد گفته بودن که این فرازمینی بوده گلوریا که توی زمین ماموریت داشته، برای همین هم این اتفاق افتاده، اما خب هیچ منبع درستی براش نیست دیگه. ولی خب از اون طرف ما هیچ دلیل نداریم که بتونیم این تئوری رو رد کنیم. با این حال رسانه ها به گلوریا لقب بانوی سمی رو دادن، چرا که هیچ کس نمیتونست بدون اینکه آسیبی ببینه به گلوریا نزدیک بشه. این اپیزودم تموم شد، امیدوارم خوشتون اومده باشه. نظراتتون رو برای ما کامنت کنین. مرسی که به ما محبت دارین. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.